شیعه رو بر ضد سنی و سنی رو بر ضد شیعه تحریک کردیم که یک جای کوچک در جهان اسلام امروز باقی نمانده که در آن غوغا برپا نباشد و خون فرزندان مسلمان برای مسلمانان مباح نباشد. نتیجه همین تبلیغات است که امروز دامنگیر مسلمین شده. علمای مسلمان در صدر اسلام مسئله حق اساسی و اینها بحثی است، اما واقعیت تاریخی این است که علی با خلفای ثلاثه چنان زندگی کرد که برای دفاع از عثمان علی پسرانش رو فرستاد. حسن یا حسین یکی از فرزندان پیغمبر به دفاع از عثمان زخمی شد. کجا شما دیده اید که اینا با هم دراویش شده باشد و جنگ و جدال کرده باشد، وحدت اسلامی رو حفظ کردن؟ ائمه دین و فقهای امت که مکاتب فقهی را به نام مذاهب به وجود آوردن با یک دیگر دشمن نبودن. ما امروز کار رو به جای رسانده ایم که مسلمان دشمن تر از مسلمان ندارد. بعضی از کشورهای اسلامی شعار اتحاد با یهود را بر ضد بعضی کشورهای اسلامی مطرح میکند. کار ما به کجا رسیده؟ مسلمان مسلمان رو قتل عام میکند، به بچه مسلمان رحم نمیکند، به ناموس مسلمان رحم نمیکند، به عزت مسلمان رحم نمی کند، به کشورهای اسلامی رحم نمی کند. کران تا کران بلاد اسلامی غرق در جنگ و نفاق است که در آن نه یهود است، نه مسیحی است، نه هنود است، نه کسی دیگه، مسلمان است که در نمی دانم سوریه و عراق و منطقه عربی و مصر طالبی و الجزایر و اینجا هم افغانستان و پاکستان و کجا جنجال خلق میکند و روزی نیست که دامن مسلمانان از خون عزیزانشان تن تر و سرخ نباشد. ما با همین تبلیغات فضا را به وجود آوردیم. دهن ملای شیعه بشکند که بر ضد سنی تبلیغ میکند و دهن ملای سنی بشکند که علیه شیعه تبلیغ میکند. حاصلش همین است که امروز ما گرفتار آنیم. نه دولت کار رو حل میتواند، نه مردم کار رو حل میتواند. هر کجا در بلاد اسلامی قدم بگذاری، آخر دیروز جنگاوران مورد قتل و غارت قرار میگرفت، امروز خانواده ها و مردم بی طرف نه تنها اطفال مسئول نیستن، زنها مسئول نیستن، نوامیس مردم مسئول نیستن. برای آن که ما راه پیغمبر رو رها کردیم و راه شیطان رو در بین مردم تبلیغ کردیم، سنت شیاطین رو دنبال کردیم، هر کدام ما جزء لشکری ابلیس گردیدیم و جامعه خود رو پاره پاره و تکه تکه کردیم. وانگهی هم گله داریم که خدا لعنت کند این را، خدا لعنت کند آن را، چنین بلایی را به سر ما آورده. من معتقدم سازمانهای جاسوسی بین المللی، ابرقدرتها، دشمنان اسلام تلاش میکنن بین ما خرابکاری کنن، اما زمانی که ما آماده نباشیم پس خرابکاری نمیتواند. پدری که با اولادش بد برخورد دارد و ناقص معامله می کند، فرزندش توسط دشمنانش استخدام و خانوادش رو برباد می کند. مرد مدبر وقت فرزندانش رو با برخورد درست از عواطفش سرشار کند، هیچ کس در درون فامیلش نفوذ کرده نمی تواند. این مایم که بهانه به دست دشمن داده ایم. مسلمان روز جمعه لباس سفید می پوشد، اسلحه بر می دارد، مسلمین رو برای رضای خدا قتل عام می کند.
ناموس مسلمان رو برای خدا حذف میکند، امنیت مسلمین رو برای خدا برباد میدهد و از بین میبرد. یک شبه به وجود نیامده، 1300 سال پس از پیغمبر و پس از ائمه راستین، در حدود 1000 سال منظم شیعه بر ضد سنی و سنی بر ضد شیعه تبلیغ کرد. امروز حاصلش تکفیری هاست، حاصلش اینه. بعد در افغانستان ما بلیه شیعه و سنی رو داشتیم، بلیه اقوام هم بر او علاوه شد. فلانی پشتوست، فلانی هزاره است، فلانی تاجیک است. از اول گفته شد نکنید این کار را، هزاره رو نکشید که پشتو هم کشته خواهد شد، پشتو را نکشید که تاجک هم کشته خواهد شد، تاجک رو تحقیر نکنید که همه مردم تحقیر خواهد شد. ما زدیم یکی دیگر را به نام این و به نام آن. امروز این چه بلاست که دامنگیر مردم افغانستان شده؟ در مشرقی مردم مسلمان پشتو زبانه، نه کسی دیگر. بچه مسلمان ها نماز میخوانند، قرآن میخوانند. برای خدا مسلمان های پشتو زبان رو روی مین می نشانه، منفجر میکنه که تک تک به آسمان پرتاب شود. در قندوز و نمیدانم بدخشان و کجا و کجا، فاریاب و جوزجان، هم تاجک رو قتل عام میکند، هم بی حرمتی نسبت به نوامیس اونها میکند، هم ازبک را. هزاره که هیچ مسیر امن ندارد. در دره قربان باید قربانی شود، در دره میدان باید قربانی شود، در مسیر کابل غزنی باید قربانی شود، در مسیر قندهار باید قربانی شود، در مسیر هرات باید قربانی شود، در اطراف ولایات باید قربانی شود. و بالاخره 7 نفر مظلوم، زن، کودک، مرد پیر، مرد و از پای افتاده، چند روز پیش در زابل گردن اینها رو با کارد می برن، گوین که یک مرغ رو گردن می کنن و بیچاره ها را با او از فجی به شهادت می رسانن. ما به کجا رسیده ایم؟ ای علما، ما به کجا رسیده ایم؟ به کجا میره کاروان وطن؟ ای سیاسیون، ما به کجا رو داریم؟ روشن فکران، به کجا میره این کاروان لجام گسخته که دوز زده و دشمن زده شده؟ به کجا میرویم؟ به خاطر دخترک 9 ساله که خونش انقلاب تبسم در دنیا نام پیدا کرده، دنیا به حال بیچارگی و درماندگی افغانستان گرفت. ما درمانده ایم، بیچاره ایم. این بیچارگی است، این قوت نیست یک طفل رو سر بریدن، این قدرت نیست یک طفل رو پرپر کردن، این درماندگی و بیچارگی اخلاقی یک ملت است. ملت افغانستان به چه بیچارگی رسیده ایم؟ طفل شما رو میگیرد جلو روی شما، مانند یک گیا پاره میکند و میاندازد. ای کجای درماندگی افغانستان است؟ ما چقدر درمانده شده ایم؟ دولت مردان، باد در غبغب نیندازید، بیچاره اید. علما در مساجد و حسینی ها و نمازهای جمعه و خطبه های عید گردن فرازی نکنید، سخت زندگی ننگین داریم، سخت بیچاره اید، سخت درمانده اید. مصیبت زابل مصیبت مردم جاغوری نبود یا خانواده های اونها، این درماندگی انسانیت بود، درماندگی بشریت بود،
این بیچارگی و روسیاهی مسلمین است. شکریه آخرین لحظه هم خندید. او میخواست با گلوی بریدهش هم خنده رو نثار مردمش کند تا زندگی مردم از عبوسی و خصومت و نفرت و دشمنی خارج شود. و این درماندگی ماست. تظاهرات هم که به این رابطه اتفاق افتاد، هر کس میخواد به نامش کند دروغ میگه. مردم از بیچارگی برآمدن فریاد کشیدن، زن و مرد فریاد کشیدن. برای اولین بار است که زخم گردن شکریه قلب تمام مردم افغانستان رو پاره کرد و همه گفتن بسه، بیشتر از این درماندگی و بیچارگی باید به وجود نیاید. پشتو گریه کرد، تاجیک گریه کرد، ازبک گریه کرد. اما ای مردم، این حرکت بسیار قابل ستایش است. ما توانستیم مظلومیت خود رو به صورت آفتاب اندازیم تا دنیا شاهد درماندگی و بیچارگی ما باشد. ولی تا زمانی که خود ما تصمیم به حل مسئله نگیریم و بخواهیم از هر قضیه استفاده سو و ناجایز کنیم، کار ما به جایی نمیرسد. مرگ شکریه، ببینید، فرخنده در کابل یک دختر مسلمان قرآن خوان به نام دشمنی با قرآن آتش زده شد در برابر چشم همه مردم. این ننگ بر ما، مردم افغانستان، این ننگ شسته نتانستید که رخشانه به او از افجی در غورات سنگسار شد. اونجا شرف انسانی و شرف ملی مردم افغانستان و شرافت و عزت اسلامی مردم افغانستان سنگسار شد.